چون سه خط، چهار پنج تا خط سمت راستم سبزه. خب ضمناً در خصوص دیفای هم من تو کانال یوتیوب هم که امیدوارم که همتون رفته باشین عضو شده باشین، اطلاعات زیادی هم اونجا گذاشتم، یه کلیاتی هم در مورد دیفای توضیح دادم که اونجا میتونید ازش استفاده کنید. اما تأمین مالی روی بلاک چین به چه صورتیه؟ ببین اصلا انواع روش های مرسوم تأمین مالی چی بودی که از طریق بورس بود که میومدن ICO میکنن، ارز اولیه است، میاد خب باید یه شرکتی چندین سال کار کرده باشه، سود داده باشه و و و قوانین سازمان بورس رو بپذیره، اونم مالیات داده باشه، چی چی خیلی استپای این تیپی داره. اما بعد بانک هم خب میدونید باید ضامن داشته باشی، ادایتون بالا میشه، نمیدونم وثیقه فلان داشتین، وثیقتون ارزیابی شه، نمیدونم او کلی هم قصه اینجوری از اینه. اما تو بستر بلاک چین تامین مالی چجوری بود؟ آقای شجاعی اشاره کردن ICO، کاملا درسته، اینیشیال کوین آفرینگ. طرف اومده یه وایت پیپر داده، امیدوارم اون وایت پیپر بیت کوین و ققنوس رو خونده باشی. یه وایت پیپر چهار خط نوشته، یه سری بهش اعتماد میکنه و در نتیجه تامین مالی انجام میده. به همین سادگی کلی هم کلاهبرداری کردن از این روش ها. اما به خاطر اینکه این مشکل حل بشه اومدن رفتن یه پله جلوتر، استیو رو همین سکیوریتی اکسچنج کمیتی امریکا معرفی کرد، بعد اومدن رو ICO که اینا رو یه فصل ما در خصوص این بحث داریم که پتانسیل یه ابزار مالی، شما اومدی تو این دور اگه قرار بود فقط بخری بفروشی بیت کوین رو که اصلا احتیاجی نداشتی بیایی تو این کلاس، اومدی تمام زوایاشو ببینی و نسبت بهش آگاه باشی، بعضیش به درد کسب و کارتون هم میخوره. پس اینجا ما وقتی داریم بحث میکنیم در خصوص روش های تامین مالی و من میرم رو ICO، هم امکان پتانسیل سرمایه‌گذاری شخصی براتون وجود داره، هم سازمانی که میتونید تو سازمانتون هم ازش استفاده کنید. ولی تامین مالی توی بستر بلاک چین گسترده تر از این چیزایی که ما باهاش این روزا سر و کار داریم. حالا تاش مثلا دیفای هم بهش اضافه شد که ارائه خدمات بانکی برای مثلا کسی که حساب بانکی ندارن یا خدمات بانکی نمیتونن استفاده کنن یا ندارن اصلا کلا. و تاثیر تامین مالی بلاک چینی بر بازار پول سرمایه خیلی جالب و قشنگ داره با اعداد ارقام بهمون نشون میده که وقتی که طرف با یه کاغذ و یه طرح ساده و یه مقدار مثلا سابقه خوب تو این حوزه استفاده از آدم‌های با تجربه توی این زمینه، هم ICO بنچ بود که بهتون نشون دادم، خیلی قشنگ میتونه منابع مالی بگیره که 100 سال کار کنه شاید از بورس و هیچ اصلا هیچ بانکی تحویلش نگیره، درم وا نکنن براش. و وقتی که اینجوری میشه قیمت بهش میگن پول ارزون. اونایی که مالی خوندن میدونن یه مدیر مالی حرفه‌ای، مدیر مالی هستش که بتونه پول ارزون برای سازمانش بیاره. هر کسی بلده بره از بازار با بهره چقدر 106 105 دیگه الان اصلا ریت هم نداشته باشه، عددهای عجیب و غریب من بعضی میشنم، بره پول اینجوری بگیره بیا 108، اوه 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 دیگه اینا واقعا دیگه نزول خورن دیگه. و خدمتتون عرض شد با این بهره ها دیگه جواب نمیده یه بیزینس چجوری باید کار کنه که بتونه مثلا سود داشته باشه. این تیکه‌ای که بابت هزینه های تامین مالی هست، حالا کلی هم باید این وسط هزینه های بازاریابی بکنه طرف تا بتونه این وام رو از چیز بگیره، از یه جایی بگیره، این تیکه رو داره جدا میکنه و اضافه میکنه به سهم کسی که داره سرمایه پذیره، سرمایه میگیره که یه کاری رو انجام بده. لذا توجه به این نکته اهمیت ویژه‌ای داره که ما داریم وارد یه تحول بزرگ میشیم و این تحول بزرگ، حالا تاش یکی میگه بابا این سخنرانی چیه تو داری میکنی، تحول بزرگ چیه، من اومدم بیت کوین بخرم سود کنم. من میخوام بهت بگم این سیستم داینامیکه تأثیر مستقیمی رو روش سرمایه‌گذاری شما دوست عزیز داره. وقتی که من میدونم آینده نه چندان دور داره به این سمت میره، خیلی بحث ایران رو ندارم، شما دارید کل اتمسفر رو میبینید در کل دنیا رو حوزه بلاکچین این اتفاق داره میفته. شما فرض کن که کوین هایی رو انتخاب کردی، توکن هایی رو انتخاب کردی که تو حوزه تأمین مالیه، یکیش XRP دیگه. اگر این XRP این اتفاقات دادگاهش حل بشه، من مطمئنم یه رشد خیلی خوبی میکنه. این فقط نظر شخصیه، توصیه خرید و فروش نیست، فردا نگیرین بگیم من ضرر کردم ولی خب میتونی یه مقدارم های ریسک باش
با این 20 سنتی که الان داره استفاده بکنه دیگه، 20 نه 30 سنت شده امروز از فکر میکنه. و اینا رو اون پلتفرم های مالیه، یعنی هووی چیه؟ سویفته. سویفتی که دوستان تو اون جلسات اول گفتن 7 تا 10 روز کاری طول میکشه تا بشینه حساب مقصد، بانک مقصد، خب اومده در عرض کمتر از یک دقیقه اتفاق افتاده، هزینه بسیار پایینی داره و سرعت بسیار بالایی. خب عقل سلیم میگه از این استفاده کن، افیشنسی سیستم رو ببر بالا. و خب اینا اهمیت داره برای کی؟ ساب مال، کسی که فاندر سیستمه، کسی که سرمایه گذار به وجود آورنده یک کسب و کاره. این نکات برایش نکات بسیار بسیار مهمی هست که باید بهش توجه بشه. من در سال 98 یه مقاله‌ای رو در این خصوص، یعنی تاثیر مالی تامین مالی بر بستر بلاکچین و تاثیرش بر بازار پول سرمایه، تهیه کردم برای هشتمین اگر اشتباه نکنم همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، که این رو در قالب مقاله‌ای بعداً هم در روزنامه دنیای اقتصاد یه ستون کامل چاپ شد. من لینک این رو برای شما توی گروه میفرستم که ازش بتونید استفاده بکنید. حالا به هر حال این اطلاعات و ارقام مربوط به 2 سال، 1 سال و نیم قبل میشه و خب شاید یه مقداری توی این با آپدیت جدید باید نیاز به تغییر داشته باشه، ولی فقط به عنوان یه رفرنس بهتون معرفی کنم که به هر حال تو دنیای اقتصاد هم روزنامه معتبری تو این حوزه چاپ شد، توی اون همایش هم به عنوان مقالات برتر بود. علی‌ایار فکر میکنم که خوندنش خالی از لطف نباشه، بیشتر به شما این فضا رو میده که چه اتفاقی داره جلوتر میفته. اینه که شما از یه نرم افزار مثل ویز استفاده میکنی، رفیق میبینی مثلا زده جلوتر پلیسه، جلوتر چیه مثلا یه تصادفی شده یا مثلا دوربین های کنترل سرعته، شما دقتتون به این مسئله جلب میشه که با احتیاط بیشتری راچین. شاید این هم به شما بتونه کمک بکنه که یه دید بهتری نسبت به موضوع پیدا بکنید. خب ساعت 9 و 8 دقیقه شد، من فکر میکنم ساعت 7 و ربع شروع کردیم. من ازتون میخوام با توجه اینکه ما چیزم ندادیم، بریک هم وسطش ندادیم، یک الان 7 8 دقیقه جزء مطالبات شما باشه تا اینکه در 3 جلسه بعدی که در هفته آینده روز شنبه، دوشنبه و چهارشنبه داریم، توی اون قطعا این موارد رو من کاور میکنم، که هرچند که توی این جلسات هم همیشه ما اگر هفتم شروع کردیم تا مثلا 9 و 15 دقیقه، 10 دقیقه هم زمان برده، علی‌ایار اینجا من فکر میکنم که کفایت مطالب توی فصل بعدی هم که میشه عرض ICO، من از روز شنبه میرم انشاءالله کیف پول رو بگم. این به خاطر نزدیک بودن مطلبش به اتفاقات اخیر بود که خدمتون گفتم. پس توی این فصل هم ما یک سری روش پیدا کردیم که میتونیم بر اساس اون درآمد کسب کنیم، میتونیم برای کمپانیمون یه بیزنس لاین جدید ایجاد کنیم، کما اینکه الان کسانی که دارن خرید انجام میدن از این ظرفیت میتونن استفاده کنن و خب به هر حال یه روش خوبیه برای انتقال پول، هزینه و کارمزد بسیار پایینی داره، سرعت انتقال بسیار بالایی داره و خب یه تراست بین دو طرف باید وجود داشته باشه برای نقل و انتقال پول هم به کشورهای مختلف و نقد کردن در اسکیل های مختلف. هم دیدین که این بی تی ام خیلی راحت داره براتون کار میکنه و خدمتتون عرض شود که قابلیت خوبی داره. در خصوص تریدینگ ویو های شعبانی احتیاج بود که من یه مقدار زمان بیشتری میذاشتم توضیح بدم. نگران این نباشین، من یه لینکی رو برای شما از یه ویدیویی که قبلا تهیه کردم توی کانال میذارم و حتما این ویدیوهای یوتیوب رو ببینید و در جلسه آینده حتما اولین چیزی که میخوام بهش بپردازم تریدینگ ویو. ازتون خواهش میکنم هم تریدینگ ویو هم کوین مارکت کپ رو دقیق ببینید. این دوتا سایت به قول من میگم قوت قالبه و شما باید ازش به نحو احسن استفاده کنید، بعدا باهاش خیلی کار دارید. لذا پیشنهاد میکنم که حتما این دوتا سایت زیر رو کنید، مثلا تریدینگ ویو که بهتون هم کوتاه گفتم اون بی تی سی رو اونجا بزنید براتون تحلیل آدمای گردن کلوف تو این حوزه رو میره، ولی احتیاجی که با هم یه بار مرور کنیم و امیدوارم که آخر هفته بسیار خوبی داشته باشین همراه با شادی و سلامتی. ممنون که تا اینجا همراه هم بودیم. بابت اون چند دقیقه